آیا واقعا خوردن 8 لیوان آب در طول روز مفیده یا نه؟ ما هم میخوایم نگاهی بندازیم به 5 تا از افسانه هایی که به مصرف آب مربوط میشه. اولیش مربوط میشه به یه نظر قدیمی که میگه برای جلوگیری از کم آبی بدن باید 8 لیوان در روز آب خورد. این که ما باید 8 لیوان آب در روز بخوریم یکی از رایج‌ترین اشتباهاتیه که در ذهن همه شکل گرفته، که احتمالاً از سمت شرکت‌های تولید آب‌های معدنی بیشتر در ذهن همه ثبت شده. با توجه به سازمان رژیم‌های غذایی و بهداشت و درمان انگلستان، باید تلاش کنیم که در روز بین 6 تا 8 لیوان مایعات بنوشیم. اما این میزان مصرف مایعات نه آب، که البته بیشتر این میزان رو میتونیم از طریق غذاهایی که مصرف می‌کنیم، مثل میوه‌ها و سبزیجات که بعضی‌هاشون دارای 80 تا 90 درصد آب هستن و یا شیر و چای و قهوه تامین کنیم. هنوز هیچ تحقیق مستند و دقیقی پشت این فرضیه نیست و بیشتر محققا بر این باورن که خود بدن انسان میزان آب مورد نیاز رو به راحتی میتونه متعادل نگه داره و وقتی که میزان آب بدن پایین میاد، شما احساس تشنگیتون از این موضوع بهتون خبر میده. و یک موضوع مهم دیگه که حتما این رو هم شنیدید اینه که قهوه، چای و برخی از نوشیدنی ها موجب کم آبی بدن میشن. اما این موضوع درست نیست. اینها خودشون نوشیدنی هایی هستن که میتونن تأمین کننده میزان مایعات مورد نیاز بدن بشن، چون میزان مایعات این نوشیدنی از کافئینشون به نسبت بیشتر. یه موضوع دیگه که حتما شنیدید اینه که آب یک نوشیدنی سالمه. بله، در اولین نگاه آب یک نوشیدنی سالم هست، اما اگه بیش از حد مصرف بشه ممکنه باعث نامتعادل شدن الکترولیت های بدن بشه که به مسمومیت آبی معروفه. خیلی از دونده های ماراتون دچار این وضعیت میشن، چون پس از عرق کردن فراوون هم آب زیاد از دست میدن و هم الکترولیت های بدنشون که حتی شامل سدیم میشه. اما اگه پس از اون مقدار زیادی آب مصرف کنن بدون جایگزین کردن الکترولیت ها، میتونه حتی خطر مرگ براشون داشته باشه. موضوع دیگه که راجع به صحبت میکنن اینه که آب بطری از آب شهری سالم تره. آب شهری در بیشتر کشورها تحت نظارت های دقیق و به صورت مرتب تحت آزمایش قرار میگیره. در بیشتر مواقع منبع آبهای معدنی حتی با آبهای شهری برابرن. در واقع برخی از اونها همون آبهای شهری هستن. حتی برخی از این آبهای شهری سالم‌تر از آبهای معدنی هستند و تنها دلیل گرانتر بودنشون هزینه‌های بسته‌بندی و پست و فروششونه که باعث بالا بردن قیمتشون میشه، که توی بعضی از منطقه ها 1500 برابر بیشتر از آبهای شهری قیمت دارن، که شاید حتی سالم‌تر هم باشن. و در آخر این که خیلی ها میگن که آب باعث کاهش وزن میشه. این مطلب تا حدودی صحیحه اما نه کاملا. اگه به مطلب اول برگردیم، نوشیدن آبهای بدون قند و کالری بهترین راه برای تامین مایعات بدن هستش، در حالی که باعث اضافه وزن هم نمیشه. و همینطور خوردن مایعات قبل از وعده‌های غذایی به شما کمک میکنه که غذای کمتری مصرف کنید. ولی مصرف آب به تنهایی باعث کاهش وزن نمیشه و حتی مصرف کمتر کالری بدن هم حتی کمکی نمیده.